داور حقیقی، از همه آنچه که داره شنیده میشه از واشنگتن و تهران به نظر میاد که دست کم در ظاهر آمریکایی ها مشتاقتر هستند برای بازگشت به برجام و صحبت با ایران تا خود ایرانی ها. با سلام خدمت شما بینندگان محترم. بله، به هر حال دولت آقای بایدن نمیخواد موضع جدی تو خاورمیانه داشته باشه تا تمام توجهش رو به مسئله مهار چین انجام بده، کاری که آقای اوباما هم استراتژیش این بود. مشکل این بود که قرار و قرارهایی که بین کارشناسان ایرانی و کارشناسان تیم آقای بایدن گذاشته شده بودن قبل از اینکهشون به قدرت برسه یک کمی تغییر کرده. ایرانی‌ها انتظار داشتن که حداقل بخش از تحریم‌ها به عنوان حسن نیت لغو بشه و خب بعد برن به سمت اینی که کلیت مسئله حفظ بشه، ولی چند تا مشکل ایجاد شده که به این قفل‌شدگی دیپلماتیک منجر شده. یکی اینکه ایران حاضر نشد مستقیم، یعنی ایران و آمریکا باید مستقیم با هم مذاکره کنن، برای اینکه عملا اروپایی‌ها نقش مخرب دارن در مذاکرات، در قبل هم بوده و آمریکا نشون داد همه کاری میتونه بکنه بدون کل اون گروه 5 نفره. یعنی تحریم‌های آمریکا کلیتش بیش از تمام توان اون کشورها بود و ایران هم اینو متوجه شده، ولی ظاهرا آقای خامنه‌ای به خاطر حفظ وجه یا شعارهای انقلابی اجازه نداده که ایران آقای ظریف با آقای بلینکن مستقیما و در قطر مذاکره کنن، چیزی که پیشنهاد قطری ها روی میز گذاشتن. بنابراین الان اروپایی ها تحلیلشون این هست که اگر ما این فشار رو ادامه بدیم، و دو تا چیز رو هم میخوان اضافه کنن، یکی این که در برجام زمان غروب آفتاب رو اضافه کنن و دوم هم این که همزمان در مورد مسائل منطقه‌ای بتونن با یک مذاکرات جدی وارد ایران بشن. قرار قبلی این بود که برجام برگردن مذاکرات رو شروع کنن، الان این به این اختلال ایجاد شده. به نظر میرسه تتعل اروپایی اینه که ما اگر این فشار ادامه بدیم ایران قبول خواهد کرد. در ایران هم دو جناح هست، جناح رادیکال معتقد ما نباید بیچ عمان کوتاه بیایم و احتمال داره اگر قطعنامه تصویب بشه ممکنه بخشی از بازرس ها رو اخراج کنن و برن به سمت غنی‌سازی 65%، تو وقت دوباره بحث مذاکرات جدید پیش خواهد بود. ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا با ما.